در همین رابطه از ایتالیا همراه ماست. کیمیا، اتفاق مهمی افتاده و مطمئناً واکنش‌های بسیاری هم به دنبال داشته. جزئیات را از شما بشنویم. بله، این کشیش جوان مارتینلی در دادگاه محاکمه و به 2 سال و 6 ماه حبس محکوم شد و خب عده‌ای میگن که این حکم کمی هست برای کسی که یک دانش آموز رو برای سالها تحت خشونت جنسی قرار داده، اما قاضی عنوان کرده که او خودش هم در اون زمان زیر سن قانونی بوده و دانشجو بوده در اون زمان و همچنین خب مسئول گروه پسران محراب هم بوده، گروهی که در مراسم زمانی که پاپ سخنرانی داره مراسم مذهبی اجرا میکنن و در حکم اومده که او سوء استفاده کرده به نوعی از موقعیتی که داشته و خب به هر حال این خشونت جنسی رو انجام داده برای چند سال. و در سال 2017 یک خبرنگار ایتالیایی جان لوئیجی نوتزو یک کتابی منتشر میکنه تحت عنوان گناه اصلی، که در این کتاب شهادت های مختلفی وجود داشته از کسانی که مورد خشونت قرار گرفتن، مورد آزار جنسی در کلیسا قرار گرفتن، و در این کتاب با همکلاسی این دانش آموزی که مورد خشونت قرار گرفته گفتگویی کرده بوده. بعد از انتشار این کتاب، نوجوانی که مورد خشونت جنسی قرار گرفته بوده تصمیم میگیره که علنی بکنه و شکایت بکنه و خب خوشبختانه به خاطر اصلاحات و قوانینی که پاپ فرانسیس وضع کرده، خب میشد با توجه به اینکه حتی 9 سال گذشته بوده از این جریان، این دادگاه برقرار بشه و اون شخص محاکمه بشه. وکیلش گفته این روز بسیار مهمی برای ما هستش. و همچنین باید بگم که این اتفاق بله تاریخی و مهم هستش و مددکاران و انجمنهایی که در حوزه خشونت‌های جنسی فعالیت می‌کنن معتقد هستن که این یک نور امیدی هستش حالا برای کسایی که در تمام این سال‌ها مورد خشونت قرار گرفتن در واتیکان و ترس و وحشت این رو داشتن که در زیر سایه قدرت واتیکان صداشون شنیده نشه، حالا میتونن با شجاعت و با امید به این که خب حتما عدالتی برقرار هست شکایت بکنن و خب این اتفاق مهم و بسیار خوبی هست. متشکرم از توضیحات و همراهی شما. همکارم کیمیا قربانی، بولونیا، ایتالیا.